اسفند ماه سال 1399 اتفاقات عجیبی برای یک زن و دختر رخ میده طی این اتفاقات سرنوشت اونها به همدیگه گره میخوره و اونها درگیر اتفاقات و درگیری های مشابهی میشن ستاره زن 35 ساله‌ای بود که به تنهایی در تهران زندگی میکرد خانواده ی ستاره اهل ورامین بودند و ستاره بعد از ازدواج خودش به تهران نقل مکان میکنه اون با مردی به اسم کامران که اهل تهران بوده ازدواج میکنه اما متاسفانه اونها به دلیل اختلافات و درگیری‌هایی که با همدیگه داشتن از هم جدا میشن. ستاره در حالی که کارمند بوده توی منطقه توانیر تهران به تنهایی زندگی می کرده. اما اتفاقاتی که این ما بین برای که اون می افته باعث آشنایی اون با دختری به اسم مریم میشه. مریم دختری 26 ساله بود و اون به همراه خانواده خودش توی تهران زندگی می کرده. اون حدود سه ماه قبل از این اتفاقات با پسری به اسم نادر آشنا میشه و اونها با همدیگه رابطه خوبی داشتن اما اتفاقاتی که براشون رو رخ میده باعث جدایی مسیر زندگیشون میشه و ماجرا از این قرار بوده که دوی اسفن ماه سال 1399 مرگم و نادر توی محله امیراباد تهران مشغول پیاده روی بودن این ماجرا در حالی بوده که مریم شدیدن داشته توی خیابونی از محله امیرآباد گریه می کرده و نادر هم مدام سعی می کرده اون رو آروم بکنه اما متاسفانه هر کاری می کرده فایده ای نداشته مریم به هیچ وجه آروم نمی گرفته و مشخص هم نبوده که دلیل ناراحتی مریم چی بوده و اون برای چی اون همه بیتابی می کرده. خیلی ناگهانی مریم توی کوچه با نادر شدیدن درگیر میشه و اواسط کوچه تعدادی از اهالی محله هم سر و صدای اونها رو شنیده بودن شاهد این قضیه بودن مریم به سمت نادر حمله میکنه و مدام بهش میگفته که تو بیغیرت هستی تو زندگی من رو نابود کردی تو باعث شدی این اتفاقات برای من بیفته و من اصلا تو رو نمیبخشم مرگم با نادر درگیر میشه و نادر هم که سرش پایین بوده مدام سعی میکرده که اون رو آروم کنه اما فایده ای نداشته اوزا به شدت پیچیده بوده مرگم بعد از اینکه به سمت نادر حمله میکنه اون رو کتک میزنه نادر هم بعد از دیدن این صحنه شدیدن عصبی میشه و مرگم رو به زور میگیره و اون رو میخوابونه روی زمین و همینجوری با لگد اون رو میزنه همسایه ها و اهالی محل سری میرسن و اجازه نمیدن که این اتفاق ادامه دار بشه و بعد هم اون دو نفر رو از هم جدا میکنن و سعی میکنن تا قضیه رو فیصله بدن اما متاسفانه قضیه فیصله پیدا نمیکنه مرگم گویا توی کیفش چاقو به همراه داشته و تو همون حال که روی زمین دراز کشیده بوده و نادر هم کنارش بوده چاقو رو از توی کیفش میکشه بیرون دو تا ضربه محکم میزنه به پای نادر و اون رو مجروح میکنه به خاطر همین هم اهالی محل بعد از اینکه شاهد این صحنه بودن سریعا نیروهای امدادی رو خبر میکنن و بعد از اون هم با نیروهای پلیس تماس میگیرن و از اونها میخوان که هرچه چه سریعتر به اونجا برن و اخ... اقدامات لازم رو انجام بدن نیروهای امدادی خیلی سریع از راه میرسن و نادر رو به همراه خودشون به بیمارستان میبرن توی بیمارستان کادر درمان خیلی سریع شروع به انجام اقدامات لازم برای درمان نادر میکنن اون رو بستری میکنن از طرفی نیروهای پلیس هم از راه میرسن و قضیه رو صورت جلسه میکنن بعد از ثبت تموم اتفاقات افتاده مریم رو به اداره پلیس منتقل میکنن اما مامورای اداره آگاهی توی اون محل هم پیگیر ماجرا میشن تا ببینن که چه اتفاقی افتاده در وهله اول اونها به سراغ اهالی محله میرن و از اونها میخوان تا اتفاقات افتاده رو با جزئیات تشریح بدن اهالی محله هم میگن که همچین اتفاقی افتاده و ما توی کوچه بودیم که متوجه شدیم این دو نفر دارن با همدیگه شدیدن دعوا میکنن و علت دعوای اونها هم مشخص نبود که چیه ما فقط به دعوای اونها رسیدیم نهایتا هم که این اتفاقات افتاد ما به شما ماجرا رو نهایتا گزارش دادیم تا شما خیلی تخصصی تر به این موضوع رسیدگی بکنید مامورا بعد از اینکه اظهارات اهالی محله رو یادداشت میکنن مریم رو به بازداشتگاه اداری پلیس منتقل میکنن از طرفی به سراغ اون میرن و ازش میخوان تا توضیح بده که قضیه چیه و چرا این کار رو انجام داده و نادر رو مجروح کرده اونها اصلا چه نسبتی با همدیگه دارن مریم در اظهارات جنجالی خودش به موضوعات خیلی عجیب و پیچیده ای اشاره میکنه و باعث تعجب بازپرس پرونده میشه اون توی اظهارات جنجالی خودش به این قضیه اشاره میکنه و میگه که شما نمیدونین که نادر چه بلایی سر من آورده اون روز من با هزار زحمت خانوادم رو راضی کردم قرارمون بر این شد که با همدیگه به بیرون بریم و همه برنامه ریزی ها رو انجام داده بودیم اما من نمیدونستم که اون اینقدر بی غیرت و بی ارزه باشه که اجازه بده به من دست بکنن و جلوی چشم اون به من تعرض بکنن حرفهای مریم کمی تعجب برانگیز به نظر میاد ماجرا حیرت انگیز میشه بازپرس اداره پلیس از اون میخواد که ادامه بده و توضیح بده تا ببینه که چه اتفاقی افتاده مریم در ادامه میگه واقعیتش من با هزار زحمت خانوادم رو فریب دادم و الان هم در حال حاضر اونها نمیدونن که چنین اتفاقی برای من افتاده و من درگیر چنین موضوعی شدم من با نادر به بیرون رفته بودم و اون من رو با تاکسی برد سمت منطقه تفریحی لویزان ما توی منطقه تفریح لویزان بودیم یه یک ساعت یا یک ساعت و نیمی از اونجا عبور کردیم و اومدیم رفتیم به یه منطقه دیگه که تا حدودی خلوت بود و شبیه پارک خیلی بزرگی بود وقتی به اونجا رفتیم توی پارک نادر اومد کنار من نشست و همینجوری داشتیم با همدیگه عاشقانه حرف میزدیم که توی همین حین سه تا جوان اومدن از بغل ما رد شدن اون جوان ها اومدن از بغل ما رد شدن و بعد هم به ما چپ چپ نگاه کردن من متوجه این قضیه شده بودم که اونها دارن به ما چپ چپ نگاه میکنن برای همین هم کمی نگران شدم و به نادر گفتم بهتر از اونجا بلند شیم و بریم اما اون به هم گفت که نه بی خیال بابا اونها با ما کاری ندارن اون همینجوری داشت به من نزدیک میشد و هر از گاهی من رو میبوسید که اون سه تا پسر دوباره اومدن سمت ما و بالای سر ما ایستادن و به ما گفتن که نسبتتون با هم چیه من شدیدا ترسیده بودم نادر هم به جای اینکه بگه که من دوست دختر یا نامزد اون هستم با بیغیرتی تمام برگشت سمت اونها و گفت که من این دختر رو نمیشناسم و اون توی پارک نشسته بود و تنها بود من هم که این شرایط رو دیدم اومدم کنار اون و الان داریم با همدیگه حرف میزنیم اون سه نفر دیدن که ما ترسیدیم و دوتا از اونها نادر رو گرفتن و بردن اون طرفتر و همینجوری اونقدر اون رو کتک زدن که باعث شدن اون فرار بکنه خود اونها هم بالا سر من ایستاده بودن و من رو به زور با خودشون بردن و سوار ماشین کردن ستایی با همدیگه من رو توی همون وضعیتی که ترسیده بودم و نمیدونستم که قضیه چیه با خودشون همراه کردن و بردن به یه خونه ای توی همون محدوده امیراباد اون خونه یه خونه مجردی بود اون سه نفر من رو بردن داخل خونه و من از ترسم حتی نمیتونستم که فریاد بزنم یا که از کسی کمک بخوام فقط گریه می کردم خواهش می کردم که اونها من رو رحم کنند و اونها می گفتن که نگران نباش ما تو رو رهات می کنیم اما بعد از اینکه کارمون رو با تو کردیم بعد از اینکه اونها من رو بردن داخل خونه خیلی راحت لباسای من رو از تنم خارج کردند و داخل خونه سه نفری به طرز وحشیانه ای به هم سه بار تعرض کردند اصلا هم به من رحم نکردن و هر کاری که دلشون خواست رو با من انجام دادن بعد از این هم که کارشون با من تموم شد حدودا یکی دو ساعت من رو در حالی که خودشون لباسهای من رو دوباره تنم کردن و توی همون حین هم داشتن با بدنم ور میرفتن من رو از خونه پرتم کردن بیرون و توی همون وضعیت رهام کردن من حالم خیلی بد بود نمیدونستم که باید چیکار بکنم یا سراغ چه کسی برم و از کی کمک بخوام از خونه بیرون اومدم و آدرس اونجا رو هم بلد نبودم نمیدونستم که اصلا اونجا کجاست و باید به کجا برم من با کمک همسایه ها و اهالی محل و کسایی که اونجا توی مسیر در حال تردد بودن تونستم یه مسیر رو پیدا کنم و تا یه جایی پیاده رفتم من نمیدونستم که نادر ما رو تعقیب می کرده و میدونسته که من اونجا اواسط راه اون اومد و افتاد دنبال من شروع کرد به عذرخواهی کردن و گفتن این حرفا که من نمیدونم چی شده که این اتفاق افتاده نمیدونستم که اونها به تو تعرض کردن و از این حرفای چرت و پرت از من عذرخواهی کرد من اصلا حال و روز خوبی نداشتم نمیتونستم که خودم رو کنترل کنم نادر هم مدام مثل مته توی مغز من صدا میداد و من هم به ناچار توی کوچه با اون درگیر شدم و گفتم که تو من رو نابود کردی تو باعث شدی اونها من رو ببرن و بهم هم تعرض کنن و دخترونگی من از بین رفته اونها هر غلطی میخواستن با من کردن الان من به خانوادم باید چی بگم و از این حرفا نادر به من گفت که کاریه که شده و من نمیتونم برای تو کاری بکنم همینها باعث شد که ما توی کوچه با همدیگه درگیر بشیم و این اتفاقات افتاد و شما سر رسیدید و الان در حال حاضر خانواده من نمیدونن که این اتفاق افتاده و من همون افراد رو نمیشناسم فقط خونه ای که من رو به اونجا برده بودن رو میدونم کجاست و احتمال هم میدم که اون خونه موقتی برای اونها بوده باشه و نمیدونم که الان دقیقا باید چیکار کنم بازپرس اداره آگاهی اظهارات مرگم رو, رو یادداشت میکنه و اون رو به بازداشتگاه منتقل میکنه از طرفی نادر که توی بیمارستان بستری بوده و مجروح شده توسط کادر درمان به طور کامل بهبود پیدا میکنه و توانایی حرف زدن پیدا میکنه مامورای بخش تحقیق و تجسس اداره آگاهی هم با اون حرف میزنن و اون هم توی اظهارات خودش میگه یه همچین اتفاقی افتاد و من هم نمیدونستم باید چی کار کنم ترسیده بودم و اونها خیلی بزرگ هیکلتر از من بودن برای همین هم من سعی کردم فرار کنم و خودم رو نجات بدم دیگه نمیدونستم که چه بلایی سر این دختر قرار بیاد تا اینکه توی کوچه درگیر شدیم و این اتفاقات افتاد از طرفی مامورا مشخصات خانواده مریم رو از اون میگیرن و پلیس ماجرا رو به خانواده اون اطلاع میده خانواده مریم هم بعد از اینکه از قضیه مطلع میشن شدیدن عصبی و نگران و پریشون میشن و اونها به اداره پلیس میان و خوشبختانه واکنش بدی نشون نمیدن واکنش خوبی داشتن چرا که دخترشون توی وضعیت نامناسبی بوده و اصلا حال خوبی نداشته مریم به پزشکی قانونی منتقل میشه تا آزمایشات دقیق تری روی اون صورت بگیره و پزشکای پزشکی قانونی هم توی معایناتی که از اون داشتن تایید میکنن که متاسفانه به اون تعرض شده و اون مورد خشونت قرار گرفته و دخترونگی اون هم از بین رفته چرا که بدن اون شدیدن کبود شده و آلت تناسلی اون هم به طرز فجی آسیب دیده بوده مادر مریم به محض دیدن اون خیلی سریع به سمت اون میره و دخترش رو بغل میکنه و سعی میکنه اون رو آروم بکنه پدر مرگم اما عصبی بوده و از مامورا میخواد که هرچه سریعتر کسایی که اون بلا رو سر دخترش آوردن رو پیدا کنن و دستگیر کنن مامورا اقدامات لازم رو برای پیدا کردن اون افراد انجام میدن اما دقیقا چند ساعت بعد از این ماجراها ستاره هم به اداره پلیس مراجعه میکنه و در اظهارات جنجالی خودش اعلام میکنه که سه نفر با وقاحت و پررویی تمام دقیقا توی محدوده امیرآباد همون جایی که مریم اونجا به خونه برده شده وارد خونه ستاره شدن و به زور توی خونه به اون تعرض کردند. ستاره اما در تشریح ماجرا میگه من کارمند بانک هستم مدتیه که تنها زندگی میکنم و کسی پیش من نیست قبلا یه بار ازدواج کرده بودم اما از اونجایی که شوهرم اهل زندگی نبود مهریم رو از اون گرفتم و طلاق گرفتم و برای خودم یه خونه توی یکی از مجتمع های محله امیرآباد خریدم من توی کوچه رفته بودم سوپرمارکت و داشتم خرید میکردم همین که کار خریدم تموم شد داشتم به خونه برمیگشتم که متوجه شدم سه تا جوون پشت سر منن و دارن من رو تعقیب میکنن من سرعتم رو زیادتر کردم تا که سریع وارد خونه بشم اما به محض اینکه به جلوی در رسیدم اونها از پشت من رو بغل کردن و جلوی دهنم رو گرفتن و آروم وارد آپارتمان من شدیم متاسفانه به قدری آروم رفتیم که کسی متوجه این ماجرا نشد خونه من طبقه اول بود و هیچ کسی متوجه نمیشد. بعد هم اونها به زور وارد خونه من شدن و من رو توی خونه پخش بر زمین کردن بعد هم به طرز وحشیانه به هم تعرض کردن و از اونجا فرار کردن ستاره در حالی که گریه میکنه میگه من دو سالی هست که طلاق گرفتم و تازه از افسردگی بعد از طلاق خودم رو رها کرده بودم و عادت کرده بودم به تنهایی اما اینها باعث شدن که زندگی من نابود بشه و در حال حاضر من دوباره افسرده شدم اصلا حال روحی مساعدی هم ندارم ستاره در ادامه میگه دقیقا سه روزه که این اتفاق افتاده و من توی این سه روز مونده بودم و نمیدونستم باید چی کار بکنم مدام فقط توی خونه گریه می کردم آخر سر هم تصمیم گرفتم برای اینکه حساب اونها رو بذارم کف دستشون بیام به اداره پلیس و این ماجرا رو گزارش بدم مامورای اداری آگاهی این اظهارات رو هم یادداشت میکنن بعد هم تحقیقات خودشون رو ادامه میدن از طرفی مامورای اداری آگاهی ستاره رو هم به پزشکی قانونی ارجا میدن اینجوری کادر پزشکی قانونی اون رو هم مورد و بررسی قرار بدن و مشخص بشه که آیا گفته های اون صحت داره یا نه پزشکای پزشکی قانونی اما بررسی ها و معاینات دقیقی از ستاره انجام میدن و مشخص میشه که اون هم مورد خشونت و تعرض قرار گرفته چرا که آلت تناسلی اون شدیدن آسیب دیده بوده و از طرفی آزمایشات دی این ای هم نشون میده که مقدار زیادی اسپرم داخل بدن اون وجود داره که هر کدوم به فرد دیگه ای تعلق داره گزارش پزشکی قانونی اما به دست بازپرس پرونده میرسه و اون دستور آغاز تحقیقات در این خصوص رو صادر میکنه مامورا اتفاقا توی تحقیقاتی هم که انجام میدن موفق میشن تا خونه ای که مریم به اونجا برده شده رو پیدا بکنن و اونجا رو تحت نظر میگیرن توی اون مدت که خونه رو تحت نظر گرفته بودن متوجه میشن که به اونجا رفت آمد زیادی میشه و اون خونه گویا مجردی بوده و پسرهای زیادی اونجا رفت آمد میکنن پلیس هم عملیات اطلاعاتی خیلی ناگهانی رو انجام میده و موفق میشه شش نفر از پسرهایی که به اونجا رفت آمد میکنن رو شناسایی و دستگیر بکنه و به اداره آگاهی بیاره بعد هم از ستاره و مرگم خواسته میشه که اونها هم به اونجا بیان و اونها رو شناسایی بکنن تا ببینن که کدومشون اونها رو مورد آزار و اذیت قرار دادن مریم و ستاره ادعا میکنن که سه تا از اون پسرها که انتخاب هر دوی اونها هم مشابه یکسان بوده دقیقا همون افراد مورد نظر بودن اونها اعلام میکنن که اونا بودن که باعث شدن ما به این وضع بیفتیم و اونها این بلا رو سر ما آوردن و باعث شدن که ما به این حال روز رقت انگیز بیفتیم. مامورا این سه نفر رو که اسمشون ساله، اکبر و خومند بوده رو از بقیه جدا میکنن و اون سه نفر دیگر رو آزاد میکنن. با جوی ها از اون سه نفر آغاز میشه تا مشخص بشه که دقیقا چرا این افراد دست به این کار زدن؟ این افراد در اظهارات خودشون ابتدا سعی میکنن بگن که ما به زور این کار رو انجام ندادیم و اونها قبول میکنن که این کار رو انجام دادن ولی میگن که به زور کاری رو انجام ندادن و با میل خاص خود اون افراد با اونها رابطه برقرار کردن اونها خودشون از ما خواسته بودن که ما با اونها باشیم شواهد و مدارک موجود اما نشون میده که اصلا چنین چیزی وجود نداشته و اون افراد به زور این کار رو انجام دادن تا اینکه بالاخره یکی از این سه نفر که گویا نفر اصلی جمع هم بوده به حرف میاد و به همه چیز اشاره میکنه هومن که گویا بقیه از اون حرف شنوی داشتن و یه جورایی سر دسته بقیه به حساب می اومده توی اظهارات خودش میگه ما شهرستانی هستیم و سه تا رفیق هم از شهرستان به تهران اومدیم و الان در حال حاضر سه سالی که تهران زندگی می کنیم و توی این مدت هم از اون جایی که تهران دنبال کار میگشتیم و شروع به کار کرده بودیم اما این وسط یه مشکلی داشتیم از لحاظ ارتباطات اون هم این بود که ما دوست دختر نمیتونستیم برای خودمون بگیریم و مشکل دوست دختر داشتیم دوستم ساله هم یه پسر خیلی طبع گرمی بود و اون از لحاظ جنسی خیلی مشکل داشت عاشق این بود که با دختر ارتباط بگیره اون بود که باعث شد ما وارد این خط بشیم و تا به الان هم ما به سه نفر تعرض کردیم فکر نمی کردیم که بخوان ما رو لو بدن هیچ نشونه ای از خودمون هم به جا نمی زشتیم که کسی بخواد متوجه ماجرا بشه این دختر هم از اونجایی که اونجا قریب بود فکر می کردیم که آدرس خونه رو بلد نباشه و نتونه اونجا رو پیدا کنه ولی متاسفانه آدرس خونه رو یاد گرفته بود بعد هم این ماجرا رو گزارش داد ما در حال حاضر هم گیر افتادیم هومن در ادامه میگه که اولین نفری که ما بهش تعرض کردیم در حال حاضر شوهر داره و ما فکر میکنیم که اون برای حفظ آبروی خودش ماجرا رو لو نداده هومن میگه که ما این زن رو تحت عنوان مسافرکش سوار ماشین کرده بودیم در حین اینکه داشتیم مسافر کشی می کردیم این زن رو سوار کردیم و سه نفری داخل ماشین بهش تعرض کردیم بعد هم رهاش کردیم و رفت و اون هم از اونجایی که هیچ نشونه ای از ما نداشت و هیچ اطلاعاتی از همون نداشت برای همین هم من فکر می کنم که چیزی نگفته اما نفر دوم این دختر بود که ما توی پارک از زمانی که اونها وارد پارک شدن اونها رو تحت نظر داشتیم متوجه شدیم که دوست دختر و دوست پسر هستن برای همین هم میتونستیم خیلی راحت کارمون رو باهاشون انجام بدیم و ما دوست پسرش رو فراری دادیم دختر رو هم با خودمون بردیم و اونجا کارمون رو انجام دادیم بعد هم رهاش کرد نفر سوم هم زنی بوده که حدودا یک هفته بود توی محلشون اون رو زیر نظر داشتیم یه هفته ای بود که ما حواسمون بهش بود میدونستیم که متعلق است برای همین هم سعی کرده بودیم تا وارد خونه اون بشیم و به هر طریقی که بود به دنبالش بودیم ولی نتونستیم وارد خونش بشیم هیچ راهی پیدا نکردیم نهایت تصمیممون این شد که به زور وارد خونش بشیم و این کار رو انجام دادیم در حال حاضر هم شدیدن از این کار پشیمون هستیم و نمیخواستیم دست به این کار بزنیم اما خب اتفاقی که افتاده و دیگه نمیشه کاریش کرد مامورا اظهارات هومن رو یادداشت میکنن اکبر و صالح هم وقتی میبینن که ماجرا لو رفته اونها هم به همه چیز اعتراف میکنن و هر سه نفر بازداشت میشن مشخصات اون نفر اول متاسفانه به دست نمیاد و شکایتی هم از طرف اون صورت نمیگیره اما اون افراد ادعا میکنن که به اون هم تعرض کردن و نهایتا پرونده تکمیل میشه و به دادگاه فرستاده میشه اون افراد این اظهاراتشون رو که تحت فشار بازجی بوده رو توی دادگاه منکر میشن و میگن ما به هیچ عنوان همچین کاری رو انجام ندادیم و در نهایت ادعا داشتن که رابطه نامشروع داشتن و تجاوز به عنفی انجام ندادن اما مدارک و شواهد ثابت میکنه که این اتفاق رخ داده گزارش پزشکی قانونی هم موجود بوده برای همین هم خانواده های قربانی ها و خود قربانی ها هم به هیچ عنوان حاضر به گذشت نبودن خانواده ستاره هم توی دادگاه حاضر بودند و اونجا عنوان میکنن و میگن که به هیچ عنوان حاضر نیستن که از اون افراد بگذرن و نهایتا هم قاضی پرونده این سه نفر رو به اتهام تجاوز به عنف محکوم به اعدام میکنه و در ازای تعرضی هم که به مریم کرده بودن اونها رو محکوم به پرداخت دیه میکنن چرا که این دختر باکره بوده و اونها باعث شده بودن تا باکرگی این دختر از بین بره و از طرفی توی محلشون هم آبرویی براش نمونده بوده و نمیدونسته که اونجا چطور قراره سر خودش رو بالا بگیره عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زنیه که در حین اینکه ازدواج کرده بوده به شوهرش خیانت میکنه و به دنبال رابطه بهتر بود و اتفاقات وحشتناکی رو رقم میزنه رو تماشا بفرمایید